من به خاطر عقایدم در واقع یا به خاطر آزادی نیومدم خارج از کشور، من بیشتر به خاطر جونم اومدم که خارج از کشور. محدود و دم اعلام شده بودم و قرار بود که قبل از اینکه به زندان اوین برسم ترتیب و کار من رو داده باشن. اینم به خاطر اینکه برخی از دوستان ما تو اون مجمعی بودن که دنبال من گشتن اطلاع شده دارم. اما داستان این داستان بیجینی این حرفای داستان خیلی خیلی قدیمیه، شاید به عمر مشروطه و قبل از اون، به حلاج نمیدونم، به کسری، به نمیدونم قبل از اونها بریم به مجانوت فیلسوفت موشه که حافظم خود ندارم یادم میره. اون بوده که اصولا اعتقادی نبوده. اما یه دو تا نکته رو من سریع بگم بگذارم خیلی خیلی نکته. اولا که یه دونه دین ما در جهان نداریم، شما هم که میدونین ادیان مختلف هست. اما تو دستبندی ها شما اگر نگاه بکنیم که ادیان در واقع چینی ما داریم، هندی داریم، خاورمیانه‌ای داریم، یه مقداری مسی اگر بشه بهش اسم گذاشت و یونانی یا رومی. اینا با هم دیگه فرق دارن به خاطر منشأشون. یکی از دلایل منشأشون این است که رابطهشون با محیط، یا در محیط طبیعی هم هندو میشن مانند هندیا و ادیانشون یا باورهاشون رابطه اونهاست با طبیعت و طبیعت با اونها، یا اینکه رابطه خاقان است با مثلا با ملت و این خانواده ها با هم دیگه، روابط انسان ها با هم دیگه، در واقع ادیان یا باورهای چینی میاد کنفوسیوس، لاوتسه، بعد ها هم مثلا بودا نفوذ پیدا میکنه از هند در اونجا، و یه سری ادیان مانند موقعی که میگم طبیعی مثلا خودمان مثل هم مقدار طبیعی است، انسان و حیوان با هم دیگر در واقع رابطه دارن و این رابطه انسان و طبیعت دیگه خدایان درست میکنه. روابط دینهای یونانی و رومی بیشتر رابطه انسان است با محیط زیست سیاسیش. اگر اونها یک سری آدم سناتورها دارن، این در واقع حکومت آریستوکراسی هست که سناتورها حکومت میکنن و یک جا حکومت نیست، خدایان دارن. در خاورمیانه متفاوت است. در اینجا حکومت یک نفر است با قدرت‌های زیاد، از حمورابی بگیر تا نبونی تا کوروش داریوش و قس الهازا، و اینها یک نوع در واقع نگاه به آسمان رو تبدیل میکنه که یک خدا است. و یک خوب نگاه بکنیم سه دین مهم جهان، حالا غیر از بودا و هندو، اینا که خیلی جمعیت زیادی طرف داشتن، سه دین اصلی جهان مال خاورمیانه، یهودیت، اسلام و مسیحیت. و وقتی هم که ما بحث میکنیم به نظر میسه توی چارچوب همین باور خاورمیانه ای صحبت، به خاطر اینکه وقتی خارج از این بشیم خیلی داستان عوض میشه. خدایان اونا نه خالقن، نه قادرن، نه منتقمن، نه نمیدونم جه بهشت و جهنم درست میکنن، یا و به صلاح از این خواص بری هستن خیلی هاشون. یعنی یه موجودی هستن که متفاوتن با اون چیزی که در خاورمیانه تبیین میشه. اما پرسیدید از داستان بند یا مهاجرت، بعضی وقت دادم داستان قدیمه است. من سنین خیلی خیلی جوانی تو زمان که اول میرفتم مدرسه خیلی سلطنت طلب بودم، طرفدار شاه بودم، عکس همیشه همه جا میزدم و مورد اتهام تنبیه هم قرار میگرفتم، اینکه دیوارا رو خراب میکردم یا با پونس یا با چسب، عکس رو میچسبوندم همه جا. و بعد شدم طرفدار خمینی و 15 خردادم خیلی اونجا دروغ سر کردیم بکنیم که یه نفر اونجا نزدیکای من توی گلوبنده تیر خورد و نفسم رو فرار کردم. سالیان دراز اون مون توی خاطرم و بعدش هم دیدم که انسان شروری است خمینی، از او هم برگشتم. و از اون به بعد خب رفتم دنبال ایدئولوژی دیگه و من جمله جا ماجرای بی‌دینی هم شدی بخشی از در واقع هویت آدم داره توی خانواده خود. اینو فقط همین توی سری بگم بعد بشم. اولین باری هم که گرفتار شدم در زمان ها، اولین سال کسی بود به نام سپهری بازجو بود، سوالش این بود در زمان شاه که تو چرا این همه خانواده با دین داری و آدم مؤمنی داری؟ به در مادر مؤمن چرا بیدین شدی؟ من ساعتها داشتم برای در رفتن از قضیه استدلال میکرد که نه، مادم خیلی خوبی هم هستم، خیلی هم با دین هم و خیلی هم نماز هم سر جا میخونم. ولی این داستان داستان خیلی قدیمی است و توی مملکت ما همچنان ادامه داشته است ماجرا. و بعد چند موقع که رژیم سکولاری صحبت میکنیم باید بدونیم که امر کاملا نسبی، یعنی یه جا کمتر فشار میاره، یه جا بیشتر. و الان جمهوری اسلامی برای ما شده یک سمبول کامل از یک حکومت دینی که مسئلهش هم فقط ایدئولوژی نیست، به یک مفهوم معین و مشخص. مفهومش اقتدار حکومتی است تحت فرمان یک نفر
و به عنوان یک نفر که حالا اسامی مختلف داره و همه چیز برای او تفسیر میشه. دوستان وقتی توضیح میدن که اونا باید از خدا شروع بکنن اما از امام شروع میکنن، حرف درستیه. اصل قضیه اقتدار، حضور اقتدار، اونها میتونن امر ثانوی باشن. ایدئولوژی به عبارت دیگر، ایدئولوژی بهانه ایست برای حکومت کردن. همین کنه که مثلا توی شوروی اتفاق افتاد و من موقعی که میخوایم اینجا راجع به رابطه ایدئولوژی و دین شما اینجا اشاره کردیم، بگید اینطوری میشود که وقتی توی خاورمیانه هستی و بعدش هم توی حکومتی هستی که خب فرد محور و غیره و بعدش هم یک ایدئولوژی جدید درست میکنه، میشه حزب توده. درست عین شیعه اسلام اشعری فکر میکنه، هر چی که اون بالایی میگه دیگران هم تکرارش میکنه. یعنی شما توی مملکت مواجه هستی که واقعیت داره این قضیه، که میتونی طرف بی خدا باشه، طرف در خدا نباشه، پیغمبر قبول نداشته باشه، اما یک چیزهای شبیه اون رو در درون چارچوب ایدئولوژی که خودش قبول داره. و ما مواجه هستیم با این نوع درک که به نظر من خیلی عمیق. یه نمونه ساده شو من بگم چون زیادم نمیخوام وقت رو بگیرم. شما اگر نگاه بکنین حتی در میان دین باوران، اگر به یک نفر مثلا فرض بکنیم با آقای خامنه یا طرفدارانش، بهشون بگیم آقا جان قاتلن، بگیم بی‌شرمن، بگیم حضورش رو معذرم لجاره هستن، دروغگو هستن، زیاد بد نیست. اما صحبت موشه مادر و ناموسی و غیره بدیم، خیلی براشون ارزشمند این داستان. این هم یه نوع باور دین نیست. یعنی همون گونه که یه دین میگوید که مثلا فلان بد است، فاحشه بد است، مادرش فلان کاره باشه بد است، توی غیر دینی ها هم میبینی همین ارزش ها همچنان ادامه پیدا میکنه، برای که باید عوض شده باشه. قاتل به مراتب بدتر از مشاغل دیگر است. آدمی که دروغگوس بسیار بسیار کار کثیفی میکنه این کار. اما به نظر میرسه اینها چیزای عادیه. به این اعتبار تفکر دینی یک جور، یا به عبارت دیگری اون بزرگوار میگفت دین خویی، یک امریست که به نظر من خیلی وقتا ماندگارتر است از حضور یا عدم حضور خدا در ذهن ما به عنوان یک امر فلسفی. و خیلی مهمه که فقط فکر نکنیم با گذر کردن از خدا و پیغمبر این باورهای عقب مانده یا رزیدوها یا رسوبات اونها از بین خواهند رفت.